آقای اسماعیل محبی پور، معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس. آقای محبی پور سلام و درود بر شما، خوش آمدید. سلام علیکم، شب شما بخیر. متشکرم. عرض شود که در تصاویری که از حمله تروریستی منتشر شد در همون ساعت و روزهای اول، خب یک نفر بود که در واقع عامل تروریست بود که به هلاکت رسید. بفرمایید که نفر دوم که امروز دستگیر شده در این حمله چه نقشی داشته و آیا همه عوامل تروریستی دستگیر شدن یا خیر؟ بله، همطور که فرمایشگری و دستگیری ما مشخص بود و بنده قبلا عرض کردم خدمتتون، عنصر عملیات میدانی که وارد حرم شد و این جنایت رقم زد یک نفر بود که بعد از اینکه مجروح شد به هلاکت رسید در بیمارستان. دستگاه اطلاعات امنیتی ما که امروز الحمدلله از یک برجستگی خاصی برخوردار هستند، ناشی از تعداد و شدت تحلیلاتی بر علیه نظام بوده، از همون ساعت اولیه به دنبال تیم‌های پشتیبان و عقبه این فرد بودن. حدود 100 ساعت کار اطلاعاتی و امنیتی پیشیه توسط دستگاه امنیتی به صورت اشتراکی با هدایت شورای تامین استان انجام گرفت، یعنی اطلاعات سپاه، اطلاعات انتظامی و اداره کل اطلاعات استان، تا نهایتا نفری که همدست این فرد به هلاکت رسیده بود شواهد قرآن حضورش پیرامون حرم استخراج شد و با ردگیری دقیق فرد در ابعاد مختلف فنی به اضافه استفاده از گزارش‌های مردمی، هم نفر دوم که نفر پشتیبان صحنه ایشون بود، هم 6 نفر از کسانی که زمینه حضور اینا رو و پشتیبانی امکانی و تجهیزاتی رو فراهم کرده بودن، چه یک عملیات سنگین در ساعت 2 تا 3 بامداد دوشنبه دستگیر شدن. خب الان هویت این فرد دوم و حالا افراد دیگه که دستگیر شدن مشخص شده؟ خب برای دستگاه اطلاعات امنیتی مشخص هستم، اما از اونجایی که باید بالاخره میداره کار بشه و خیال اون راحت بشه که ریشه این مسئله، این تشکیلاتی که وارد این عصر جنایت شد کامل در بیاد، مطمئن اطلاعات دقیقتر رو تا ساعت دیگه توسط دوستان وزارت اطلاعات تقدیم مردم می‌کنم.